بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدانپناه و همراهی همکارم نگار نادری در بخش فنی با شما هستیم. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 23 فروردین 1401 گزارش تکان دهنده ای از جزئیات مرگ 96 تن از زندانیانی که با محرومیت پزشکی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند، بهتر بگم ممانعت آمدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی منتشر کرد. در گزارش اومده که در اکثر موارد زندانیانی که فوت کردن یا جوان بودن یا میانسال. در این خصوص گفتگوی داریم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. ضمن سلام و خوش آمد به هر دو میهمان عزیزمون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم رها بحرینی، ابتدا با شما آغاز میکنیم و از شما میشنویم که چطور شد که سازمان عفو بین الملل به فکر تهیه گزارش از شکنجه و قتل‌های خاموش در زندان‌های جمهوری اسلامی شد و از چه زمانی شروع کرد، و اگر ممکنه خیلی کوتاه و مختصر برای ما گوشه‌هایی از این گزارش رو بگید. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، گزارش جدید عفو بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره رویه ادامه دار محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی، سیاست بیرحمانه‌ای که پیامدهای مرگباری رو در طی سالیان گذشته به همراه داشته. در طول سالیان گذشته هم سازمان عفو بین الملل، هم سایر نهادهای حقوق بشری و هم نهادهای مختلف سازمان ملل بارها در مورد محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی اطلاع رسانی کردند، گزارش دادند و هشدار دادند که این سیاست میتونه منتهی به مرگ زندانیان بشه. متاسفانه اما مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتنایی به این هشدارها نکردند و ما همچنان شاهد مرگ زندانیان هستیم در زندانها به دلیل بیماری هایی که در خارج از زندان قابل درمان بودند و منتهی به مرگ نمی شدن، و همچنین شاهد مسئولیت کامل ناقضان حقوق زندانیان هستیم از مجازات، مسئولیتی که اجازه داده مسئولان زندان ها و مقامات دادستانی به این نقض شدید حق حیات ادامه بدن. با توجه به این رویه ادامه دار، سازمان عفو بین الملل تصمیم گرفت که در ادامه تلاش های گروه های حقوق بشری، گزارش هایی که طی سالیان گذشته به صورت پراکنده و موردی منتشر شده را در کنار هم بگذاره و در یک سند جمع‌آوری بکنه و این اطلاعات موجود رو بررسی بکنه، به نحوی که رویه ها از نظر نحوه مرگ زندانیان و پراکندگی سنی، پراکندگی جغرافیایی، بالا یا پایین رفتن آمار بر اساس اطلاعات موجود، همه اینها در یک سند جمع‌آوری بشه تا تصویر روشن‌تری از این پدیده دردناک در زندان‌های ایران به جامعه جهانی ارائه بشه. مجمع عمومی سازمان ملل به طور سالانه در قطعنامه‌های سالانش الان با نزدیک به 10 ساله، یعنی از دسامبر 2012 هر سال در این قطعنامه به مسئله محرومیت زندانیان از خدمات درمانی پرداخته شده و ما امیدواریم که با این مستندسازی اخیر بتونیم تلاش کنیم که جامعه بین المللی فشار بیشتری به روی مقامات بیاره و همینطور همراهی بکنیم با همه زندانیانی که الان بیمار هستن و هشدار بدیم که جان اونها هم در خطره. در نهایت هم یک دلیل دیگه‌ای که ما این کار انجام دادیم این بود که پرونده برخی از زندانیانی که جانشون رو از دست دادن در ماه‌های اخیر و در 2 سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوباره نوری بر این موضوع تابونده و بسیاری زندانیان غیر سیاسی گمنام بودن که در مورد نحوه مرگشون اطلاع رسانی به صورت گسترده صورت نگرفته و بنابراین ما فکر کردیم مهمه که در مورد هر زندانی که تا حدی اطلاعاتی در موردش وجود داره در واقع این کار رو انجام بدیم. فهرستی که تهیه شده و تحلیلی که ارائه شده به هیچ عنوان جامع نیست، یعنی قطعا مرگ‌های بسیاری هستن که در موردشون هیچ اطلاعاتی وجود نداره. این گزارش مربوط به مرگ 96 زندانی در
30 زندان در 18 استان در سراسر کشور، در ایران بالای 200 زندان وجود داره و به علاوه مراکز بازداشتی که امنیتی هستند و مخفی هستند. بنابراین در مورد خیلی از جاها هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده، ولی فهرست تهیه شده و تحلیلی که بر اساس اون ارائه شده گویاست و نشون میده که تا چه اندازه مقامات زندان ها و دادستانی مشغول نقض حیات زندانیان هستند و هیچ احترامی برای جان انسان ها قائل نیستند. بله، ممنون از توضیحاتتون. شیوا محبوبی، میدونیم که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سال هاست که در این مورد، یعنی زندانیان محروم از دارو و درمان، کار کرده و کمپینی هم به نام نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد داشتید و البته هنوز هم هست. از این کمپین و اقداماتی که انجام شده برای ما بگید. بله، طبعا اولا اجازه بدیم من بگم واقعا خیلی مهمه این سندی که عفو بین الملل ارائه داده. اگر اشتباه نکنم چند سال پیش هم یک سند محدودتری در رابطه با زندانیان بیمار ارائه داده شده بود و این به نظر من این سندی که اخیراً تهیه شده، من میگم سند چون به نظر من یک سند هستش در اون رابطه، این گزارش خیلی مهمه و طبعا نمیتونه تمام زندان ها رو در بر بگیره چون امکان دسترسی به همه زندان ها نیست، ولی خود همین گزارش یک شمه ای رو نشون میده که چی تو زندان های ایران داره میگذره. من فکر میکنم زمانی که یه اتفاق میفته مثل بدکش آفتین، مثل بهنام محجوبی، یک بار دیگه توجه ها جلب میشه به مسئله محروم کردن زندانیان از درمان. همونطور که اشاره کردین، خب ما در واقع سال 2012 بود که گزارش هایی از زندان رجای شهر برای اولین بار به دستمون رسید که در اون گزارش ها در رابطه با وضعیت زندانیان محروم که از درمان محروم بودن صحبت شده بود که در عرض نیم ساعت 50 نفر زندانی رو میذاشتن که یک دکتری که اصلا معلوم نبود که واقعا کوالیفیکیشن هم داره اینا رو ببینه و خیلی موارد دیگه، و این خیلی محدود بود این گزارش. خب اون موقع چون هنوز مذاکرات اصلی نشده بود، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی فشار می آورد و من یادمه در بروکسل در 2012 ملاقاتی داشتیم با بخش خارجی اتحادیه اروپا و این اسناد رو ارائه دادیم. اون موقع تونستن یه سری فشارها بیارن و بعد اخباری که از زندان به دست ما رسید این بود که یه مقدار امکانات بیشتری در اختیارشون گذاشتن، اما ما متوجه شدیم بعد از اون گزارشات بیشتری رسید و این به یمن شجاعت خود زندانیان سیاسی بود و اون موقع هم شاید بگم سوشال میدیا به این وسعت وجود نداشت و بعد از اون ما شروع کردیم از 2013 این کارزار نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد رو شروع کردیم که یه گزارش تقریبا 18-20 صفحه‌ای ارائه دادیم با اسامی زندانیانی که 96-92 نفر بودن ارائه دادیم به سازمان‌های جهانی و این تاکید ما این بود که این اعدام خاموشه، جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه به اون شکل اعدام کنه و این اتفاقی نیست، این محرومیت از درمان به هیچ عنوان اتفاقی نیست بلکه عمدی هستش. البته من این رو هم بگم، همیشه این در زندان‌ها بوده، خود من در دهه 60 در واقع داروی قارچ پوستیمو نمیدادن به خاطر اینکه میخواستن تنبیه هم کنن و یا نمیبردن دکتر و با اون عفونت سینه مجبور بود بمونه، این رو همیشه به کار بردن، ولی چندین ساله که به طور آمدانه زندانی سیاسی رو در اون شرایط قرار میدن و به همین دلیل قصد از اون کمده که در واقع در بینه همین سیاست این هستش ما بتونیم توجه رو به اونا جلب بکنیم، به کسانی که در زندان بودن ببینید یعنی شما جسم و روان و جانتون در خطر هستش. تمام زندانیان سیاسی از دارو محدودن. یکی از کسانی که من نمیخوام زیاد صحبت کنم چون خیلی در این مورد صحبت زیاده، حتی در میان زندانیان عادی، یکی از کسانی که سیامک پورشجری که متاسفانه بعد از آزادی به خاطر کرونا جانش از دست داد، گزارشاتی که اون موقع میفرستاد از زندان کرج که به اسم ندامتگاه کرج بود که در هفته چندین بار جسد زندانیان عادی رو بیرون می‌بردن به خاطر بیماریایی که داشتن. برای همین در طول این چند ساله سعی کردیم بتونیم توجه‌ها رو به این قضیه جمع بکنیم که شرایطی که در زندان می‌گذره این اعدام خاموش هستش و باید جمهوری اسلامی رو تحت فشار بیاریم، که اون موقع احمد شهید در این زمینه خیلی فعال بود در زمینه خبررسانی که بتونه این گزارشات رو ارائه بده. ممنون از توضیحاتتون. رها بهرینی، برمیگردیم به شما.
به نظر شما گزارش‌ها و اخباری که در همین زمینه زندانیان محروم از دارو و درمان که در زندان هستند، گزارش هایی که داده میشه توسط فعالین حقوق بشری، توسط مردم، چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه و تا الان چقدر تونسته کارآمد باشه؟ این اطلاع رسانی فوق العاده اهمیت داره و ما قدردان همه کسایی هستیم که شجاعانه این مرگ‌های دردناک رو مستند کردن. آنچه که از بررسی ما بر اومده اینه که 2/3 این مرگ‌ها مربوط به زندانیانی بودن که جرایم غیر سیاسی و عادی داشتن و در واقع در گمنامی تمام جونشون رو از دست دادن و فقط به کمک گروه‌های حقوق بشری بوده که این اطلاعات از گوشه و کناره کشور جمع‌آوری شده و منتشر شده و امروز ما تونستیم به کمک این تلاش‌هایی که از قبل صورت گرفته اینها رو در یک سند جمع‌آوری بکنیم که بتونیم تصویری از این پدیده محرومیت کردن زندانیان از خدمات درمانی ارائه بدیم و گسترده بودن اون و نظام یافته بودن اون در طی سالیان رو نشون بدیم. در مورد برخی از زندانیان سیاسی شناخته شده وقتی که این اطلاع رسانی صورت گرفت کمک کرده که حداقل تا حدی همدلی جمعی با خانواده های اونها صورت بگیره و همینطور مقامات رو به واکنش وادار بکنه، در حالی که مثلا در مورد این همه زندانی غیر سیاسی که جونشون رو به طرز وحشتناکی از دست دادن تا به امروز آنچنان پوشش خبری یا فشار گسترده‌ای صورت نگرفته. علاوه بر این مهمه که من در مورد جنبه حقوقی هم توضیح بدم که محروم کردن زندانیان از خدمات درمانی اگر منتهی به مرگ بشه نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشریه، بلکه از نظر کیفری هم اگر مسئولان قصد کشتن یک زندانی رو داشته باشن یا شواهد و مدارک نشون بده که مسئولان میدونستن که با درجه بالایی از اطمینان آگاهی داشتن که پیامد بدیهی محروم کردن زندانی از خدمات درمانی مرگ خواهد بود و علارغم این آگاهی به رفتار غیرقانونیشون ادامه دادن، مرگ ناشی از این عمل غیرقانونی از نظر قوانین کیفری بین‌المللی اعدام فراغذایی محسوب میشه که این اعدام فراغذایی در قوانین داخلی بسیاری از کشورها تحت عنوان قتل عمد طبقه بندی شده، یعنی مقامات قضایی یک کشوری که پایبند به قانون باشه موظفن که در مورد چنین مرگ‌های تحقیقات کیفری انجام بدن و همه افراد مظنون رو تحت پیگرد قرار بدن. مهمه که این اسناد جمع‌آوری بشه و برای پیگیری کیفری در آینده و دادخواهی‌های در جریان مهمه که این اطلاع رسانی و این مستندسازی صورت بگیره. به علاوه حتی اگر سوءنیت لازم برای اثبات قتل عمد ممکن نباشه، باز هم کشورها موظف هستند که قتل‌های غیر عمد یا قتل‌های ناشی از سهل‌انگاری و غفلت مجرمانه عامدانه رو تحت بررسی قرار بدن. غفلت مجرمانه یعنی اینکه یک فردی که دارای مسئولیت باشه طبق قانون عملی انجام بده یا ترک فعلی انجام بده که نشون دهنده که در اون یک بی‌اعتنایی شدید به جان و امنیت انسان‌ها بارز باشه و اگر در نتیجه این غفلت مجرمانه یعنی کریمینال نگلیجنس فردی جونش رو از دست بده، کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته که این عمل هم باید جرم انگاری بشه. متاسفانه اما در مورد هیچ کدوم از این مرگ‌ها تحقیقات کیفری صورت نگرفته، چه برسه به اینکه افراد مسئول محاکمه بشن و مجازات بشن و به دلیل همین مسئولیته که ما مجدداً تاکید کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل بحران مسئولیت در ایران و جنایت‌های گسترده‌ای که در زمینه‌های مختلف صورت گرفته یک سازوکار ویژه پاسخگویی تأسیس بکنه، سازوکاری که شواهد مرتبط با جنایات جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران رو جمع‌آوری کنه، تجزیه و تحلیل کنه و به این ترتیب زمینه برگزاری دادگاه‌های کیفری و عادلانه در آینده فراهم بشه. ممنون از توضیحات جامعتون. شیوا محبوبی، خوشحال میشیم در ادامه صحبت‌های رها بهرینی نظر شما رو هم
درباره نقش احزاب و مخالفین جمهوری اسلامی در رسوندن اخبار شکنجه و قتل‌های خاموشی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اینکه چقدر هست این نقش و چه اقداماتی انجام شده همینطور، و یا اینکه میشه چه اقداماتی انجام بشه برای ما بگید. ممنون. بله، خب من فکر میکنم این یک وظیفه است که هر کسی، هر تشکلی بتونه این اطلاع رسانی رو بکنه. به طور واقعی تعداد زیادی، یعنی تقریبا تمام زندانیان سیاسی از ناراحتی های مختلف به دلیل اینکه تو شرایط استرس و شکنجه هستن، از ناراحتی های گوارشی و غیره برخوردار هستن و خیلی وقتا خود رژیم اینها رو علیهت استفاده میکنه، چون میدونه این ناراحتی جسمی رو داری و اون رو به عنوان شکنجه بیشتر بکار میبره. مواردی که خود من شاهدش بودم یا خانواده ها گفتن. ولی در این من فکر میکنم تعداد بسیار وسیع از زندانیان که از شرایط محرومیت از درمان هستن، اصلا اسمشون حتی تو رسانه ها نیستش. خب من سوالم اینه، هر تشکلی، هر حزبی، هر گروهی به یک سری آدم ها در ایران دسترسی دارن، با یک سری از خانواده ها و زندانیان در ارتباط هستن. در مواردی هستش که خانواده فکر میکنه اگر در مورد وضعیت فرزندش صحبت بکنه فرزندش رو اذیت میکنن. خب نمیشه این فشار رو خانواده گذاشت و این حق انتخاب رو داره، ولی در این حال ما میتونیم این گزارش رو با وکالت بگیریم از خانواده ها و این رو از طرف خودمون در این گزارشات منعکس کنیم. این امکان پذیر هستش و من فکر میکنم اگر همه ما جدای از اینکه چه فکری داریم، چه سازمانی هستیم، بتونیم با شبکه هایی که در اختیار داریم اطلاعات بیشتری، اسناد بیشتری در رابطه با شکنجه زندانیان از طریق محرومیتشون از درمان، اینها رو بتونیم جمع‌آوری کنیم و به صورت گزارش‌های مختلف در بیاریم، این کمک بسیار زیادی میکنه و میتونیم فشار بیشتری میاریم. اون موقع میتونیم از طریق مکانیزم‌های موجود شورای فرض کنین حقوق بشر سازمان ملل رو به یه فشار بیاریم که بتونه یه تحقیقی در این رابطه صورت بگیره. ممکنه که بگه این امکان پذیر نیست، ولی ببینین اگر سندی وجود نداشته باشه نمیتونین فشاری بیارین. پس راه حلش اینه که تعداد بسیاری از این سازمان‌ها و جریانات بتونن این دسترسیشون رو به این منابع در اختیار سازمان‌های جهانی بگذارن و این مهمه. ببینین من هر لحظه ممکنه یک زندانی جانش رو از دست بده و این بدون اغراقه. هر لحظه ممکنه حتی از طریق دادن قرص‌های خواب‌آور بهشون، از طریق گذاشتنشون در زندان‌های عادی که در معرض خطر گرفتن بیمارستان‌های مصری و خطرناک هستن، جونشون رو از دست بدن. سال‌هاست در این رابطه زندانیان صحبت می‌کنن، افشاگری می‌کنن و این مهم توجه همه تشکل‌ها و سازمان‌ها به این مسئله در واقع جلب بشه. بله، ممنون از دو میهمان عزیز، رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل و شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. و اما در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس‌های تماسمون جلب می‌کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه‌ای دیگر، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش.